درود به شما جناب صبحانی و سپاس از وقت دوباره‌ای که به رادیو پیام اسرائیل دادید و در این برنامه شرکت می‌کنید. منم خیلی به شما سلام میگم، به خصوص به شنوندگان گرامی که در ایران برنامه خوب شما رو گوش می‌کنند. سپاس از شما جناب صبحانی. همونطور که مطلع هستید، در 3 روز گذشته مردم ایران بار دیگر در واقع در یک خیزش ملی به میدان مبارزه اومدن و به بهانه گران شدن بنزین دست به اعتراض زدن، ولی خیلی سریع این اعتراضات به اعتراضات ضد حکومتی منجر شده و اونطور که پیداست این بار بی سابقه بوده، حداقل در 40 سال گذشته، اگر سال 96 رو هم به قول معروف در نظر بگیریم، ولی این بار مردم انگار که یک عزم دیگه‌ای دارن برای اینکه به یک باره این رژیم رو برای همیشه از میان بردارن. میخواستم ارزیابی شما رو ابتدا از این اعتراضات جویا بشم و اینکه چقدر میتونه این بحث اقتصادی و این فشار اقتصادی که بر روی ایران و مردم ایران هست در این مسئله فاکتور مهمی باشه. والا اگر از بعد تاریخیش نگاه بکنیم، میبینیم که تاریخ به ما درسی رو که میده این هست که هیچ حکومتی که نتوانه از مردمش حمایت و به دغدغه اونها برسه، دغدغه مالی، املاک، غذا، خورد و خوراک، نهایتا فرو پاشیده میشه. بهترین مثالی که ما داریم فروپاشیدن دیوار برلن که اخیراً جشن گرفته شد 30 سالش. هیچ کس فکر نمی کرد که برلن شرقی با قدرت و حمایت روسیه دیوارش بریزه، اما ریخت. همینطور اتحاد جماهیر شوروی. پس وقتی که در بعد تاریخی نگاه بکنیم میبینیم که حکومت جمهوری اسلامی هم یا فردا یا پس فردا فرو پاشیده خواهد شد. امیدوارم که این فروپاشی بدون خونریزی و بدون اینکه واقعا مردم ایران بیشتر از اونی که آسیب دیدن آسیب ببینن فروپاشیده بشه. شما یکی از تخصصاتون کارشناس در امر اقتصاد هست. روز سه‌شنبه گذشته حسن روحانی آشکارا اعلام کرد که دولت و حکومت برای گذران زندگی مردم پول کافی رو نداره و عملا اعلام کرد که ما اگر نتونیم نفت رو بفروشیم که نمیتونیم، در واقع نمیتونیم که مایحتاج اولیه مردم رو تأمین بکنیم. حکومت جمهوری اسلامی در این شرایط چه راهکاری داره، چه راه چاره‌ای داره برای مردمی که روز به روز وضعیت اقتصادیشون در واقع به فروپاشی کامل نزدیک میشه؟ اقتصاد ایران جوابش خیلی عمیقه، اما حکومت جمهوری اسلامی حکومت مردمی نیست، پایه و اساسش مردمی نیست. بنیانگذارش صریحاً اعلام کرد که برای او مهمترین مسئله دین، حتی اسلام. و من معتقدم که وقتی که رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی طرز فکرش این هست که دین و دین اسلام بالاتر از اقتصاد و رفاه مردم ایرانه، خب بعد از 40 سال متاسفانه این دودش میره تو چشم ملت ایران. اما حرفای آقای روحانی، این هم بازم وقتی که تجزیه و تحلیل بکنیم، سوالی که پیش میاد این هست، دو تا سوال: چرا بعد از 40 سال اقتصاد ایران فقط روی محور نفت میچرخه؟ یک. دوم، اگر هم روی محور نفت میچرخه، پس درآمدهای حاصل از فروش نفت کجاست؟ این سوالی است که مردم ایران به حق باید بپرسن و تا به امروز هم جواب دقیقی نگرفتن. به هر حال
دولت جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی اعلام کرد که این گران شدن بنزین به یک باره از لیتری 1000 تومان به 3000 تومان افزایش پیدا کرد و به یک باره این قیمت چندین برابر شد. اعلام کردند که این گران شدن قیمت بنزین به نفع مردم هست. حسن روحانی اعلام کرد که این پول در واقع برای مردم خرج میشه. این مردم چقدر اعتماد دارن به این حکومت؟ حکومتی که 40 سال همونطور که خودتون فرمودین نفت رو فروخت و مردم نمیدونن که این پول به کجا رفت و کجا خرج شد. البته میدونن در کشورهای و خرج اعمال آشوب طلبانه شد، اما این گران شدن بنزین در واقع راهکاری بود برای جبران کسری بودجه و کسری پولی که جمهوری اسلامی داره، یا دلایل دیگه ای میتونه داشته باشه؟ اولا که شاید بازم از نظر تاریخی وقتی نگاه بکنیم، لااقل من تا اونجایی که حافظم اجازه میده یادم میاد در زمان قبل از انقلاب نفت لیتری 1 تومن بود، یعنی حدود وقتی که بنزین منظورتونه بود حدود 1 تومن بود، این قبل از انقلاب اسلامی. اما وقتی که از نظر اقتصادی نگاه بکنیم به این مسئله، باز هم سؤال اصلی این هست که در عرض این 40 سال چرا جمهوری اسلامی نتوانسته اقتصاد ایران رو به طوری اداره بکنه که مجبور بشه امروز قیمت بنزین رو 2-3 برابر بکنه، در صورتی که این امکان رو داشت که در 30 سال گذشته، حالا من 40 سال رو نمیگیرم، در 30 سال گذشته اگر مدیریت درست انجام شد و صنایع و معدنهای دیگه جز نفت سرمایه گذاری توش می شد، به فرض مثال گاز، من الان گاز رو مد نظر می گیرم، اگر ما فقط معادل 80 میلیارد دلار، 80 بیلیون عضو می خوام در سال درآمد داشت ایران، امروز بعد از 30 سال میتونست 2.4 تریلیون دلار درآمد داشته باشه از گاز. توجه داشته باشید که سال پیش شرکت ملی گاز روسیه گازپروم 118 بیلیون دلار درآمد داشته. 118 بیلیون دلار درآمد داشته. سوالی که پیش میاد این هست، چرا دولتمندان جمهوری اسلامی سعی نکردند اقتصاد ایران رو فقط وابسته به نفت نکنن و بر حوزه های دیگه سرمایه گذاری بکنن؟ برگردم به بحث سیاسی و اعتراضاتی که در این روزها در ایران جریان داره. به نظر شما این اعتراضات تا چه حد میتونه حکومت رو به لبه پرتگاه سقوط برسونه و این حکومت سقوط بکنه؟ من معتقدم که حکومت جمهوری اسلامی از بد به پیدایشش، یعنی از 40 سال پیش، نامشروع بوده. از روز اول اینها آدم کشتن، از روز اول کسانی که مملکت رو ساختن امثال نخست وزیر فقید ایران هویدا رو گرفتن، اعدام کردن، اینها از روز اول متزلزل بودن و در این 40 سال فقط به زور تونستن سر کار بمونن. و بعد از 40 سال اگر ما میبینیم مردم ایران تظاهرات میکنن، دلیلش خیلی واضحه، چون سفره مردم تنگ و تنگتر شده، فساد زیادتر شده و این حکومت که الان در صدرش آقای خامنه ای هست هیچ جوابی ندارن جز اینکه مشکلات رو بذارن گردن دولت اسرائیل، دولت آمریکا و مخالفینشون در خارج
میخواد اینها سلطنت طلب ها باشن، طرفداران مجاهدین خلق باشن، ولی آقای خامنه ای هیچ جوابی نداره، برای اینکه ایشون سواد نداره، ایشون سواد مملکت داری نداره، حتی میتونم بگم سواد دین رو هم نداره، چون در دین که مادر بنده نمازم میخونه، روزه هم میگیره، در اسلام مادر من نمیگن آدم بکشین، در اسلام مادر من میگن میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. پس نباید انتظار بیشتری از آقای خامنه‌ای داشته باشیم. در این شرایط جامعه جهانی چه کمکی میتونه به مردم ایران بکنه؟ به هر حال این مردم برای چند دهمین بار به میدون مبارزه اومدن، ولی خب انتظار دارن از جامعه جهانی که از اونها حمایتی رو بکنه. به طور مثال اینترنت در اکثر نقاط ایران قطع شده و این یک عامل مهم هست که اگر وضع بر همین روال پیش بره، به هر حال این صدا میتونه خاموش بشه و صدای مردمی که تا همین امشب هم هنوز در خیابون‌ها هستن به گوش جهان نرسه. جامعه جهانی به راستی چه کمکی میتونه به مردم ایران بکنه؟ من معتقدم که وظیفه اول ایرانیانی که در خارج کشور هستن این هست که اگر در استرالیا زندگی میکنن مراجعت بکنن به دولت استرالیا، اگر در انگلیس زندگی میکنن مراجعت بکنن به دولت انگلیس، اگر در آمریکا زندگی میکنن مراجعت بکنن به دولت آمریکا و صدای مردم ایران رو برسونن به دولتمندان غرب. و من تاکید میکنم روی غرب، چون که معتقد هستم که هیچ نوع انتظار کمکی ما نمیتونیم داشته باشیم از دولت چین و از دولت روسیه. دولت روسیه و دولت چین سرمایه هنگفتی گذاشتن روی بقای جمهوری اسلامی ایران و اینها به هیچ وجه خوشحال نخواهند بود که مردم ایران به آزادی برسن. امروز چین تمام اجناس بی کیفیت خودش رو به بازار ایران ریخته و در اثر اون بیکاری در ایران زیاد شده و در اثر اون فقر در ایران زیاد شده. این مسببش این به حساب بیکفاییه دولتمندان ایران هست. اما برگردم بازم به سوال اصلیتون، باید اولین وظیفه‌ای که ایرانیانی که در خارج دارن مقاله بنویسن، مصاحبات مطبوعاتی بکنن و به خصوص اونایی که در آمریکا هستن مراجعت بکنن به وزارت خارجه آمریکا، نامه بنویسن به آقای پامپیو، به کاخ سفید. به هر صورت آمریکا دموکراسیه و دسترسی هم دارن ایرانیا که بتونن صدای مردم ایران رو با آقای ترامپ، آقای پامپئو و نماینده‌های مجلس برسونن. همیشه اشاره شده به این که در واقع نبود رهبر سیاسی و یا رهبران سیاسی یک عامل مهمی بوده برای این که مردم ایران به پا نخیزن، اما شاهد بودیم که بدون اینکه هیچ رهبری چه از داخل چه از خارج فراخوانی بده، مردم این بار خودشون به میدون اومدن. اما برخی کارشناسان سیاسی بر این باور هستند که به هر حال این خیزش هم یک رهبر میخواد. آیا باید منتظر رهبری باشیم که از داخل کشور یا از خارج کشور بیاد و در واقع رهبری بکنه، یا اینکه نه، خب به هر حال همین مردم که در خیابون ها هستن خودشون راه خودشون رو پیدا میکنن؟ به راستی باید چه انتظاری داشت؟ بازم اگر به بعد تاریخیش نگاه بکنیم، انقلاب کبیر روسیه یک رهبری داشت، تک نبود ولی یک گروهی بودن، آقای تراتسکی، آقای لنین، آقای استالین. انقلاب فرانسه یک مقدار دیگه بیشتر مردمی بود، در صدرش کسی بخصوصی نبود، بعداً پیدا شد. در انقلاب‌های اخیر در مثلا
تغییر حکومت در گرجستان، آقای ساکاشویلی میاد سر کار، در اروپای شرقی آقای لخوالسا، آقای واکلاک هاول. پس در مورد ایران هم شاید اون رهبر یا رهبری در داخل هست و منتظر اون موقعیتی هستند که خودشون رو نشون بدن. اما اگر که به مثال تاریخیش نگاه بکنیم، 40 سال پیش آقای خمینی در داخل ایران نبود. آقای خمینی از فرانسه فعالیت خود رو شروع کرد و توانست رهبری این انقلاب اسلامی رو به دست بگیره و موفق هم شد. در روزهای گذشته به طور مشخص شعارهایی به طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی و همچنین رضا شاه بزرگ داده شد، همانند سال 96، ولی خب این بار فکر میکنم که یک مقداری آشکارتر و گسترده تر. نقش شاهزاده رضا پهلوی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ البته ایشون در ساعات گذشته یک پیام صوتی منتشر کردند و در واقع مثل همیشه از مردم ایران خواستند که در میدان مبارزه باشند و این اطمینان رو به مردم دادند که پیروز خواهند شد. نقش ایشون رو چگونه ارزیابی میکنید؟ با توجه به اینکه البته گروه های دیگری هم در ماهای گذشته اعلام موجودیت کردند و اونها هم ادعا میکنند که به هر حال بخشی از مردم ایران رو رهبری میکنند، اما در هیچ جایی ما ندیدیم و نشنیدیم که شعاری به نفع اونها داده بشه، اما به هر حال آشکارا دیدیم که مردم ایران به طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی شعار میدن. خب اولا که این شکی نیست، یادمون نره که شاهزاده رضا پهلوی وقتی که صدام حسین حمله کرد به ایران اعلام کرد که حاضره به عنوان یک خلبان بره و از مملکتش دفاع بکنه، شهامت به خرج داد و حاضر بود که بره. حالا اگر که آقای خامنه‌ای، خمینی، رفسنجانی در اون موقع نمیخواستن، اون یک امر جداگونه است. و بعد در بعد تاریخیش پدر بزرگ ایشون واقعا بنیانگذار ایران نوین هست. اگر ایرانیان امروز افتخار میکنن به داشتن سعدی، حافظ، فردوسی، اینها رو همه در زمان رضا شاه کبیر ما کشف کردیم، مقبره های این اساتید بزرگ رو در زمان رضا شاه برپا کردن و درست شد. در زمان پدر ایشون محمد رضا شاه پهلوی، با اینکه نقصان بود کسی هم نمیتونه انکار بکنه، ولی پیشرفتی که ایران در زمان محمد رضا شاه پهلوی کرد به قدر زیاد بود که اگر همون روند ادامه پیدا می کرد، امروز من میتونم به اقرار بگم که ایران میتونست جای پنجم یا حتی چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا باشه. اینها رو ما مدیون سلسله پهلوی هستیم. برای همون برای من تعجب آور نیست که شعار میدم مردم ایران کشور که شاه نداره حساب کتاب نداره. این طبیعی است. نقش شاهزاده رضا پهلوی در این میان چه هست؟ ایشون همواره تأکید کردند که نمیخوان نقش یک رهبر سیاسی رو داشته باشن، چرا که یک رهبر سیاسی به اجبار باید جهتگیری سیاسی داشته باشه و اتومات در مقابل یک گروهی به نفع یک گروه دیگری جبهه بگیره. ایشون همونطور که همیشه خودشون اعلام کردن میخوان یک نقش فراجناحی و فرامسلکی داشته باشند. به نظر شما ایشون باید یک رهبر سیاسی باشه یا اینکه یک شخصیت ملی و یک شخصیتی که فراجناحی و فراحزبی باشه، با توجه به اینکه ایران یک کشوری هست که به هر حال در طول هزاره ها مردمی با چندین فرهنگ در اون زندگی کردند و تونستن به یک همزیستی با هم برسن، نقش ایشون رو چگونه ارزیابی میکنید؟ من فکر میکنم که نقش ایشون رو خود ایشون باید تعیین بکنن، خود ایشون باید این سوال از ایشون باید کرد، ولی من معتقد هستم که ایشون 100% میتونن یک نقش فعال، یک نقش مثبت و یک رهبری که واقعا همه نماینده
همه مردم ایران به خصوص اقلیت ها باشن، چون به هر صورت تاریخ ایران نشون میده که وقتی که یک پادشاهی بوده و داشتیم، لااقل از نظر قانونی تونستن اقلیت ها رو تحت پوشش خود قرار بدن، اقلیت های مذهبی هم همینطور. و من معتقد هستم که اگر روزی ایران آزاد بشه و روزی رفراندومی بشه و مردم ایران باز تصمیم بگیرن که دلشون میخواد یک حکومت پادشاهی داشته باشن، خب به طب کسی بهتر از شاهزاده رضا پهلوی نیست که بتونه این نقش رو ایفا بکنه. اشاره کردید به فردای پس از سقوط رژیم. در اون شرایط به هر حال یک قانون اساسی میتونه در واقع همه مردم ایران در برابر اون قانون اساسی برابر باشند. به نظر شما اون قانون اساسی باید چه ویژگی هایی داشته باشه که ملت ایران رو در یک دید و در یک چشم ببینه و همه مردم ایران در برابر اون قانون اساسی در واقع برابر باشند؟ چه ویژگی باید داشته باشه اون قانون اساسی؟ البته شکی نیست که قانون اساسی باید ویژگی شفافیت، برابری زن و مرد، برابری تمام ادیان. به هر صورت تاریخ ایران تاریخی است مملو از کسانی که با ادیان مختلفی در اونجا زندگی کردند. ما اقلیت کلیمی داریم، اقلیت باهایی داریم، اقلیت مسیحی داریم، اقلیت زرتشتی داریم، سنی داریم و باید حقوق تمام شهروندهای ایران رعایت بشه. اما من میخوام نکته ای رو اشاره بکنم. بهترین قانون اساسی رو هم که شما بریزید، باید سفره فردای مردم ایران سفره‌ای پربار باشه و به همین دلیل باید از کسانی که کارآمد هستند، دلسوز هستند، وطن پرست هستند دعوت بشه با کمکی که در کسانی که در داخل ایران هستند مملکت رو آجر به آجر، خونه به خونه درست کرد. چون نهایتاً هر نوع قانون اساسی رو هم که نوشته بشه، که امیدوارم نوشته بشه، باید متخصصین بیان صنعت گاز رو درست بکنن، صنعت نفت رو درست بکنن، اوراق قرضه داده بشه، مثل سرچشمه رو دوباره برپا بکنن، توریسم رو برپا بکنن. یعنی باید کسانی که بلدن، مدیر هستن، بیان با کمک کسانی که در داخل این شرایط رو دارن دست به دست هم بدن و ایران فردا رو درست بکنن. پرسشم از شما این هست به طور مشخص: آیا شما باور بر این دارید که توسعه اقتصادی مقدمه یا اولویت داره به توسعه سیاسی، یا این دو هر دو با هم باید در یک زمان پیش بره؟ این 100% هر دوش باید با هم پیش بره. اگر که ایران فردا 1 بیلیون دلار سرمایه از قطر بیاد اما شهروندان کلیمی رو اذیت بکنن، باهایی ها رو اذیت بکنن، هیچ فایده نداره. باید اقلیت های مذهبی، اقلیت های قومی و اصولا عموم مردم ایران، به خصوص زنهای ایران، به خصوص زنهای ایران که دود بیشتر رفته تو چشم زنهای ایران، برابری داشته باشن. نه تنها برابری، بلی به عقیده شخص بنده اولویت هم داده بشه به کار و تولید کار و سرمایه به زنها داده بشه و هر دو، یعنی هم سیاسی هم اقتصادی، در کنار هم پیشرفت بکنه. و این میشه، من این رو به شما قول شرف میدم، اگر ایران آزاد بشه 100% میتونه سفره مردم ایران فرداش درست بشه. اشاره کردید به قومیت های ایران. بخشی از این قومیت ها و احزابی که متعلق به این قومیت ها هستند،
بر این باورند که ایران باید به یک ایران فدرال تبدیل بشه و معتقدند که اگر ایران به صورت فدرال در نیاد، در واقع حق و حقوق اونها پایمال میشه. چقدر به نظر شما این امکان وجود داره در کشوری مانند ایران که در هزاره ها تونسته اون یک پارچگی خودش رو حفظ بکنه، تبدیل بشه به یک ایران فدرال، از طرف مقابل اونهایی که به یک ایران متحد باور دارند بر این باورند که این زمزمه های فدرالی در واقع قدم های اول برای افکاری هست که این احزاب دارند و برای این که بخوان در آینده ایران رو تجزیه بکنند؟ آیا به نظر شما راهکار تبدیل شدن ایران متحد به یک ایران فدرال هست برای دستیابی به حق و حقوق این اقلیت‌های قومی، یا اینکه نه یک قانون اساسی نوشته بشه که این قانون اساسی اون کارایی و کارآمدی رو داشته باشه که همه این افراد رو در برابر قانون حق و حقوقشون رو به طور مساوی بهشون داده بشه؟ من جوابش شما رو اینجور میدم. اول پدر من وقتی که 17 سالشون بود و در تبریز زندگی میکردن، جنگ جهانی شروع میشه، ایشون میره اسمشو مینویسه و در جلفا خدمت میکنه، در اونجا در مقابل سربازهای روسی از مرز ایران دفاع میکنه. پدری که در تبریز بزرگ شد، در تبریز به دنیا اومد، آذربایجانی صحبت میکرد، مادرش آذربایجانی صحبت میکرد، پسرش آذربایجانی صحبت میکنه، اما در اون روز به خصوص در جلفا از مرز و بوم ایران دفاع کرد. اگر فردای ایران طوری باشه که سرمایه شفاف بیاد بره به کارخونه تراکتورسازی در تبریز، یا بره به تولید پنل‌های خورشیدی در زنجان، یا بره به آبیاری در چاه بهار، یا حتی بره به تولید مواد غذایی در کرمانشاه، اون وقت دیگه صحبت از تجزیه نخواهد بود، از فدرالیسم نخواهد بود، بلکه همه زیر یک سقف تحت پوشش یک قانون اساسی و با قوانین شفاف همه کنار هم زندگی میکنن. من معتقد هستم که اگر امروز زمزمه هایی هست برای تجزیه یا فدرالیسم، هر چی که اسمشو میخواهید بذارید، من فکر میکنم دلیل اصلیش این هست که متاسفانه سفره مردم ایران در آذربایجان، در کردستان، در خوزستان، در سیستان و بلوچستان کم و کمتر شده. چرا؟ چون که هرچقدر سفره اونها کمتر شده، شکم آقایون آخوند بزرگتر و بزرگتر شده. به نظر شما آینده ایران، آینده پس از جمهوری اسلامی، در چه زمانی میتونه حداقل به یک وضعیت نه خوب، به یک وضعیت معمولی از لحاظ اقتصادی در بیاد؟ برخی از عوامل حکومت، حالا من اسم میارم، مانند آقای زیبا کلام، حالا شاید ایشون رو شما بشناسید، ایشون یکی از اساتید دانشگاه هستند، اما اونطور که خودشون هم اعلام کردن به هر حال موافق این نیستن که این نظام سقوط بکنه، چرا که این افراد این طرز فکر باور داره که بر این باور هست که ایران پس از جمهوری اسلامی ایرانی نیست که بشه از لحاظ اقتصادی یا از لحاظ سیاسی بهتر بشه از شرایطی که به نظر اونها امروز خوب هست. نمیشه که بهتر بشه. جواب شما در واقع، یا دید شما نسبت به آینده پس از جمهوری اسلامی چه هست؟ این افراد، این شائبه یا این فکر رو در ذهن مردم ایجاد کردند که اگر این رژیم بره بهتر نخواهد شد وضعیت اقتصادی و سیاسی، و تا اونجای پیش میرند که میگن ایران تبدیل به سوریه میشه، یا ایران تبدیل به عراق میشه، یا ایران تجزیه میشه. به نظر شما و ارزیابی شما چه هست؟
من هیچ موافق نیستم با این طرز فکر که اگر فردا جمهوری اسلامی سقوط بکنه ایران میشه سوریه. بلعکس، من معتقد هستم که با آدمهای وطن پرستی که در داخل ایران هستن و در خارج ایران دست به دست هم بدن و روز بعد از رفتن آقای خامنه ای، روحانی و مابقی به سوریه و کره شمالی و یه عده وطن پرست با سواد بیان و اقتصاد رو در دست بگیرن، من به شما قول شرف میدم که در عرض یک سال، نمیگم همه مسائل حل میشه چون نخواهد شد و نباید قلوف کرد، اما هستن کسانی که انقدر در به طور مثال دنیای بانکی از وجهه خوبی برخوردار هستن که اگر این افراد برای یکی دو سال اعلام بشه که فلان شخص وزیر دارایی هست، تمام بانک های دنیا میان که سرمایه بذارن. من به شما قول میدم همسایه های ایران مثل امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، کویت، بحرین، آذربایجان، اینا همه مایلند بیان در ایران سرمایه بذارن. برای همون من معتقد هستم که آقای زیبا کلام و امثال هم طرز فکر غلطی دارن. و من یادم میاد 17 سالم بود، یک آقایی بود به اسم علی شریعتی که میگفتن این دیگه خیلی باسواده و خیلی خوب حرف میزنه. من معتقدم اینها روشن فکرای کوته نظر هستن. ملت ایران اگر امروز سفرش کوچیک شده برای خاطر یه همچین اشخاصی است که به اصطلاح روشن فکرن، اما نه فکر دارن نه روشن هستن. اشاره کردید به حمایت چین و روسیه از رژیم. به نظر شما تا چه حد میشه اینجور نگاه کرد به این قضیه که روسیه و چین میتونن در این شرایط به داد رژیم برسند و بخوان کمک‌های مالی رو به رژیم بکنن؟ البته من اشاره میکنم به دولت‌های اروپایی و دولت‌های اروپایی هم به نوعی حمایت کردند حداقل در سال‌های گذشته از رژیم. به نظر شما به طور مشخص روسیه و چین چقدر میتونن کمک بکنن به رژیم برای اینکه سقوطش رو عقب بندازن و جلوگیری بکنن از سقوطش؟ خب مهمترین کاری که چینی‌ها و روسا میتونن انجام بدن این هست که قوت قلب بدن، یعنی حمایت معنوی از سپاه بکنن، از بسیج بکنن، از آقای خامنه‌ای بکنن. یک. دوم، میتونن چینیا به خصوص با ذخایر بسیار زیاد ارزی که دارن بیان به خرید نفت رو در نظر بگیرن، پیش خرید بکنن، البته با قیمت خیلی کم ولی بتونن پیش خرید بکنن و از نظر مالی این خب خیلی کمک میکنه به جمهوری اسلامی. و در نظر داشته باشیم که بهترین شطرنج بازار رو من همیشه گفتم روسا هستن. آقای پوتین هیچ راضی نخواهد بود که ایران آزاد بشه، چون روزی که ایران آزاد شد روزی است که گاز ایران رقابت خواهد کرد با گاز روسیه و اونجاست که آقای پوتین وضعش متزلزل خواهد شد. و برای همین هم هست که میخواد که ایران همیشه یک حالتی داشته باشه که در حساب انزوای اقتصادی باشه، چون همونطور که اشاره کردم سال پیش شرکت ملی گاز روسیه گازپروم 118 بیلیون دلار درآمد خالص داشته، ولی ایران از بابت گاز صفر. پس به این نتیجه میرسیم که اگر آقایون برن کنار، اجازه بدن وطن پرستا بیان سر کار، گاز ایران، نمیگم فردا چون وقت میبره ولی شاید پس فردا پس اون فردا،
برسه به فرانسه، برسه به تایوان، برسه به کره جنوبی، و اونجاست که اقتصاد ایران رونق پیدا خواهد کرد. در ابتدای سخنتون اشاره کردید به سالگرد فرو ریختن دیوار برلین و حمایتی که در اون زمان به هر حال روسیه از این اروپای شرقی میکرد و دیدیم که اون انقلاب در اونجا صورت گرفت. آیا همین اتفاق در ایران احتمالش نیست که با توجه به حمایت‌های روسیه و حتی چین این حمایت‌ها هم نتونه جوابگو باشه و به هر حال شاهد سقوط رژیم باشیم ما؟ 100% اگر که ملت ایران اراده بکنن که کردن که دیگه به قول معروف صبرشون در اومده و واقعا یک آینده خوب برای بچه هاشون، سفره پربارتر برای خودشون و بچه هاشون میخوان، روسیه که سهله، چین که سهله، هیچ قدرتی در دنیا نمیتونه جلوی ملت ایران واسته. چون فکر میکنم بعد از 40 سال مردم ایران به این واقعیت رسیدن که باید برای اینکه آینده خوبی برای خودشون و بچه های خودشون داشته باشن، حکومت جمهوری اسلامی باید تمام بشه. و ما امروز در سراسر ایران شاهد این خواسته ملت ایران هستیم. سپاس از شما جناب صبحانی برای وقتی که در اختیار رادیو پیام اسرائیل گذاشتید و امیدوارم با توجه به شرایطی که در ایران هستش در آینده نزدیک باز هم در خدمت شما باشیم و از نقطه نظرات شما استفاده بکنیم. سپاس از شما. منم از شما ممنون و متشکرم که اجازه دادید با شما باشم.